من چون گوشیمو بس میکنم به عنوان نمایشگر دوربینم یک کمی اذیت میکنه. خب سلام علیکم، چطورین؟ خوبین؟ صبح یک شنبه است، طلوع آفتاب، قراره با هم یک چارجینگ استیشن درست کنیم. خیلی خلاصه بخوام بگم که چارجینگ استیشن رو فقط برای دفتر من که دیگه ابزارم زیاد شده و یه جورایی داره خیلی شلوغ میشه به خاطر شارژ کردن و قرار دادن وسیله های مختلف این برون برای دفتر ضروریه ساختنش. چارجینگ استیشن یک صفحه‌ایه که بهش همه شارژرامو میخوام وصل کنم و هر باتری از هر وسیله‌ای که خواستم رو برم همونجا سری بزنم تن شارژرش، همون قسمت مشخص دفتر و شارژ شو حالا هر وقت خواستم برش دارم. چارجینگ استیشن رو فقط خیلی سریع بهتون بگم، برای دفتر من دیگه ضروری شده ساختنش. این هزینه‌ای که دارم انجام میدم براش ضروریه، برای اینکه هم دفترم مقداری خلوت‌تر بشه، اینقدر وسیله پخش نشن توی دفتر، همین که من یه دیزاین جدید نیاز دارم برای دفتر و رنگ در واقع یه مشکی حس می‌کردم نیاز برای این همه دیوار سفید، میخوام قسمتی از دیوارمو یه مقداری تیره‌تر کنم. این چارجینگ استیشن هم یکی از دیزاین‌های اون دیواره، یکی از هزینه‌هایی که واقعاً حالا ضروری نیست برای اینکه بخواین براش حالا هزینه کنین. اگه دیزاین میخواین انجام بدین برای دفترتون و میخواین یه هزینه ای واقعا انجام بدین برای یه دیزاینی، خب چارجینگ استیشن درست کردن میتونه یکی از آپشنای باحالتون باشه. ولی خب در کل یکی از کارهاییه که میتونین انجام ندین و ضروری نیست واقعا. اگه حس کردین که خیلی شما هم دارین شلخته میشین، شارژرها و وسیله ها این ور اون ور دفترتون پرته و دیزاینی نیاز دارین برای دفترتون، چارجینگ استیشن یکی از کارهایی که میتونین خیلی جلوه دفترتون رو حرفه‌ای تر کنم. میریم برای ساختنش بهتون یاد میدم که چیا گرفتم، چون چارجینگ استیشن در واقع چیزایی که براش نیازه توی سایت هایی مثل آمازون یا ایکیا اگه اشتباه نکنم هست، توی خارج از کشور خیلی راحت میتونن همه قسمت ها و همه سبد ها و چیزای مختلفش رو بگیرن، اما ایران وجود نداره و باید از جاهای مختلف بریم و یه چیزی بخریم و وصل کنیم به این تخته ای که حالا صفحه ای که قرار درست کنیم که بهتون نشون میدم و در نهایت بسازیمش. حالا من بهتون میگم که چیا گرفتم، از کجا گرفتم، تا اگه خواستین درست کردین دیگه سریع برین سراغ گرفتنشون و دیگه مثلا حالا محلهای مختلفی نکنین. دمتون گرم رفقا، خیلی خوش اومدین به این ولاگ. من رضا نصیری ام، صحبتتون بخیر. اینجا دیواریه که می‌خوایم رنگ کنیم، یه رنگ توسی خیلی تیره، چون همه دیوارهای استودیو سفیده، یه بک‌گراند تیره به نظرم خیلی به کارم میاد. و اینکه چارجینگ استیشن این قسمت درست میشه، ابزارها اینجا وصل میشن برای شارژ شدن. میریم برای رنگ کردن دیوار، وسایل از اینجا جمع میکنم الان و بعد میریم برای معرفی ابزار. خب رنگ دیوار تموم شد رفقا. قبل اینکه مخلفات دیوار رو وصل کنم، در مورد صفحه‌ای که می‌خوایم ازش استفاده کنیم بهتون توضیحات کامل رو بدم. این یه صفحه فلزیه، بهش میگن صفحه پانچ، توی قفسه سازی‌ها گیر میاد و میتونیم بخریم و رنگ‌های مختلف مشکی و سفید داره، ابعاد مختلف هم داره، زیاد تنوع نداره، ولی خب تو همین ابعاد میتونیم گیر بیارین صفحه پانچ‌ها رو. یه صفحه‌ای که یه عالمه سوراخ تنش داره، خیلی منظم اصلا سوراخ‌ها، و میتونیم ابزاری که می‌خوایم روی چارجینگ استیشن یا همون ایستگاه شارژمون قرار بدیم رو به وسیله سیم یا پیچ یا یه سری گیره‌های مخصوص خود صفحه پانچ بهش بچسبونیم. این صفحه پانچ‌ها مدل خارجی دارن، یعنی اصلشون خارجی است که بهش گفته میشه پگ بورد. پگ بوردها تو سایت‌های مثل آمازون، آیکیا یا ایکیا نمیدونم چیه، تو این سایت‌ها فروخته میشن با ابزارهای مخصوص خودشون که خیلی همشون جذاب و طراحی خیلی خوشگلی دارن. مثلا همین صفحه رو به حالت خیلی سوراخ‌های جذاب‌تر، ابعاد قشنگ‌تر، گوشه‌های خوشگل‌تر بهش گفته میشه پگ بورد، فروخته میشه که مثلا گیره‌های خیلی جذاب‌تری دارن، می‌تونید وسایل رو روی همون گیره‌ها بذارین، باکس‌های مخصوص خودشون رو دارن و امثال اینا. ولی تو ایران همچین چیزی وجود نداره. تو سایت ایکیای خود ایران فکر می‌کنم یه چیزایی گیر بیاد، ولی خب اون ست کاملی که خارج میشه تهیه کرد و اینجا نداریم. من این سفر از قفسه سازی خریدم و یه گیره‌های همونجا بود مخصوص خود این قفسه که خب ظاهر خیلی خفنی ندارن، ولی گیره‌هاش خب مخصوص خود صفحه 5 بود. اونا رو گرفتم برای اینکه بتونم وسایل روی اون گیره‌ها بچسبونم یا حالا قرار بدم و یه چند تا باکس گرفتم که الان براتون میارم. این دوتا رو من از شهر کتاب خریدم. حالا فکر می‌کنم تو شهر کتاب تو همه شهرها باشه، اگه نبود از لوازم تحریر فکر می‌کنم بتونید تهیه کنید. جزء این ستای اداریه که روی میز می‌ذارن که چند تا قفسه هست و جا خودکاری و اونم این چیزا، اینا هم جزوشونه که توش حالا خرت و پرتای اداری می‌ذارن. این قفسه‌هاشون تورین، سیم توش رد میشه، می‌تونیم با سیم مفتول اینا رو به جاهای مختلف بچسبونیم یا حالا هر روش دیگه‌ای که اصلا ابداعی خودتونه میتونیم خیلی راحت، چون تورین اینا رو بچسبونیم و خیلی هم به این قفسه‌ها میان. پس یکی از چیزایی که خریدم و خب تو اینترنت تقریبا دیدم چیز شبیه این برای پگ بورد وجود داشت، این قفسه‌ها بود، جذابش هم می‌کنه. یکی دیگه هم این طبقه، این نمیدونم چیه ولی جزء همون ستای اداریه، اصلا نمیدونم چیه واقعا،
ولی خب دیدم طبقه خوبی میشه برای پیک بردن، میتونم به این صورت این پیک بورد در نهایت وایستاده میخوره، چسبیده میشه به دیوار، میتونه طبقه های مختلف داشته باشم به وسیله این ابزار، به روش های مختلف هم میتونم بچسبونمش. گیره‌هاش هم بیارم ببینین. این گیره‌ها هم گیره‌های مخصوص خود صفحه پانچه که توی همون قفسه سازی ها فروخته میشه، که به این صورت میره تو سوراخ، تبدیل میشه به یه گیره بلند. کوتاهش هم وجود داره، دو تا سایز داره فکر می‌کنم. به رنگ نقره‌ای که من چون می‌خواستم روی این صفحه مشکی بزنمش با اسپری رنگشون کردم و رنگشو تیره کردم تا همون حالت ماتی و کلا اون شکل خود صفحه پانچه. اینا هم گیره‌هایی که من می‌تونم حالا با گذاشتن این قفسه روش یه طبقه به وجود بیارم. این گیره‌ها کلاً میشه روی این صفحه پانچ استفاده کرد تو همه نقاطش و کارهای مختلفم قراره من با همین گیره‌ها انجام بدم. ولی احتمالاً اینو مثلا میام با سیم مفتول یا سیمای حاله، سیمای برقی است که شبیه سیم مفتول عمل می‌کنه، با اونا توی الکتریکی پیدا میشه، با اونا ببندم. سیم مفتول خورده شکلش برای این صفحه به نظرم خوب نیست. خب در مورد سیم کشیش هم توضیحی بدم، نمی‌خوام زیاد شلوغ کنم صفحه رو با سیمای مختلف یا اینکه مثلا کج یه سیمی رو بکشم. میخوام تا جایی که میشه حالت سادگی و مینیمالش رو حفظ کنه. سیما رو اکثرا میخوام صاف به سمت حالا افقی یا عمودی بکشم، کج نمیخوام بزنم، جذابترش میکنه. و یه سرای اصلی گرفتم که USB هم میخوره به صورت مستقیم، اینجا میخوام وصلش کنم تا چند تا وسیله اینجا رو باش شارژ کنم. یه سرای هم احتمالاً زیر میزی که زیر این صفحه قرار بگیره اونجا وصل میکنم و یه سیم هم از این پایین میارم که دیگه سیمای این سراحی به این ور صفحه نیام و زیاد سیم کشی نشه. میرم برای انجام دادن کار، ویدیوش هم میگیریم و ببینیم چی در میاد. خب ابزار مورد نیاز اولش این بنده کمربندیه برای اینکه بتونیم حالا هر چیزی رو ببندیم. گزینه بعد این سیماست یا سیمای مفتوله که بتونیم هر چیزی که خواستیم بپیچونیم. مثل سیم مفتول اینا هم همون حالت پذیری رو دارن. گزینه بعدی هم خود میله های صفحه پانچه که بتونیم هر چیزی رو بچسبونیم به صفحه. و این سری پیچ و مهره، البته اگه بخوایم چیزی رو به صفحه پیچ کنیم، من کنار همین صفحه این پیچ و مهره رو دیدم که مخصوص همینه، نمیدونم چیه ولی خب دیدم به کارم میاد چون میتونم دقیقاً تو همون نواحی که میخوام بین این سوراخ قرارش بدم و یه چیزی رو پیچ کنم. حالا من اینو گرفتم ولی خب در کار میتونیم پیچ و مهره هم استفاده کنیم. حالا هر کسی میتونه به روش خودش ابزار رو وصل کنه به صفحه. این سرایی که من تهیه کردم برای صفحه سرایی که تایمر داره، میتونم بهش تایم بدم که مثلا بعد 2 ساعت 4 ساعت قطع شو دیگه شارژ نکن چیزی رو، برای اینکه حالا ابزارم سالم‌تر بمونه. اینو میخواستم به این بغل بزنم، به این قسمت، ولی خب تا جایی که میتونیم رفقا سخت نمیگیریم برای اینکه بتونیم چیزی رو وصل کنیم. نمیدونم چسب مخصوصا من نمیخوام بزنم چون ممکنه هر دفعه بخوام ورش دارم ابزار رو از روی یا شارژرهای مختلف رو بردارم برم سفر با خودم ببرم شارژرها رو و بخاطر همین چیزی رو چسب نمیزنم. ولی اگه همیشه یه جا هستی میتونین چسب بزنین اینو یه جوری که زیاد زشت نشه. قبل اینکه چفت کنم مطمئن میشم وسطش، چون من خیلی حساسم حقیقتش. این است، اینو فعلا میذارم اینجا تا تعادل تخته رو حفظ کنه از اون من نیفته یهو. خب اینجا میخوام یه گیمبال جیون نصب کنم. راحت ترین روش اینه که از همین گیرها استفاده کنم. ببینم تقریبا میخوام کجا بذارمش، حدودا اینجاها. خب این اولین وسیله هم شد که به وسیله همین گیره های مخصوص خود صفحه یا اپل فاز بهش چسبوندم. بریم برای بقیه. دو تا دیگه اینجا گذاشتم که احتمالاً بعداً دوربینمو بذارم روش. این طبقه هامو میخوام بذارم دقیقاً وسط شلف به این شکل. اینو نمیخوام اینجوری بذارم روش رفقا. این چون شیب میگیره، این یه قوسی اینجا داره که نمیذاره صاف وایسه. این دو تا سوراخو توش به وجود آوردم که این میله ها توش ردشن و طبقه هم صافتر وایسه وسط کار ردشه. این میشه یکی از طبقه ها. خیلی خوب. خب دو تا طبقه رو زدم. این باکسی که دارم هم میخوام از همین سمتی که خالیه جلوش، حالا این سلیقه ای، بعضی میتونم اینوری بزنم بعضی اینوری، من میخوام از همین سمت بزنم تقریبا به موازات همین طبقه. اینجاها اینور، اینجا هم بعدن یه جای شارژر میذارم. این شارژر گیمبالم هم هیچ جایی نداره که با سیم یا بست ببندمش، هیچ محفظه خالی نداره. به وسیله این میخوام طبقه درست کنم اینجا که این فقط روش وایسته به این شکل. حالا شاید یه چسب خیلی کوچیک پشتش بزنم ولی یه جوری که بسونم بکنمش راحت. راستش با این نوره روی این صفحه خیلی حال کردم، خیلی بهش میاد چون خودش هم دون دون داره. اینم میخوام بذارم اینجا باشه به این سمت فکر میکنم. به به جذاب تره. سه تا سیم هم میخوام وصل کنم همینجوری برای قشنگی. قشنگی که حالا شاید هم به کارم هم بیاد. ولی خب این تابلو همیشه قابلیت کاستومایز شدن رو داره. من هر وقت بخوام این گیره ها رو میتونم بیارم این ور، اینو ببرم اون ور، همیشه میتونم تغییرش بدم ولی فعلا برای این کلیپ دیگه کافیه. این چینش کلیش بود فعلا، حالا میرسه به سیم کشیاش که اون دیگه سلیقه‌ایه. من اینجا بعد رو تایم لپس میذارم. سیم کشیارم ببینین و شما هر جور خودتون دوست داشتین سیم کشی کنین. میریم برای ادامه.
خب بعد کلی شلوغکاری تموم شد. دوستان یه توضیح کلی هم بهتون بدم. اینجا منبع تغذیه اصلی داریم که تایپ های A داره، خروجی های برق داره، یه تایپ C هم داره. هر گیمبالی خواستم میذارم اینجا، مستقیم از تایپ A میکشم و شارژش میکنم. الان دیگه اکثر وسیله‌هامون با تایپ C شارژ میشن. یه خروجی برق هم از اینجا گرفتم، آوردم اینجا. می تایپ A دارم که دوربینمو اینجا میذارم و دوربینم رو شارژ میکنم باهاش. من آداپتورهای درون هامو این پایین متصل کردم. پورت تایپ A دارم از هر دوتا در واقع آداپتور، میتونم ازشون باز خروجی بگیرم، منشعبش کنم به قسمت‌های مختلف. میتونم از اینجا سیم بکشم به این تایپ C باز اینو شارژ کنم، یا اینجا هر چیزی که هست، یا ریموت کنترل‌های درون ها که اینجاست، میتونم از این پارت A این آداپتور یه سیم بکشم مستقیم با شارژ کردنش به این ریموت کنترل‌ها. از اینجا بعد این سیم میکشم تا این نورژیون رو بتونم شارژ کنم. کلا سیستمش اینجوری شده دوستان. و یه منبع تغذیه هست اینجا داشتیم و دیگه اون وسط ها سیماهی پخش میشن، منشعب میشن. ولی خب زیاد شلوغکاری هم نمی‌کنیم، خیلی ترتمیز هم در اومد. بریم برای وصل کردنش ببینیم چی میشه. خوب شده به نظرم، واقعا باش ارتباط برقرار کردم. رفقا از اینکه همه جا در هم بر هم و شلخته بود کاملا عذرخواهی میکنم، ولی خب به نظرم این حالت بکستیج طوری که بالاخره شما میبینین نورا چجوری هن و یه حالتی از حال و هوای اون فضایی که توش دارم تصویر میگیرم دستتون میاد، به نظرم مفیده. و اینکه ما همیشه همینجوریم، همیشه همه جا شلخته است، تا اینکه بتونیم یه صحنه خیلی تمیز و خوب برای دوربینمون درست کنیم و تصویر بگیریم. خیلی ممنون که نگاه کردین، امیدوارم که به کارتون بیاد این داستان فیک بورد و این کارهایی که داره. من رضا نصیری ام، اینجا خلاقیت و آموزش داریم. خیلی ممنونم که ویدیو رو تماشا کردین. خدا نگهدار.